بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت تو بیننده عزیز تلویزیون استقلال، برنامه زیبای بونی منشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشیم در کنار خانواده، و امیدوارم که ما خستگی یک هفته شمار با این لبخندایی که همکارای نازمه به شما تقدیم میکنن از دوش شما برطرف بشه، بال پیدا کنه، بره به آسمان. خب عزیزان، طبق معمول اولین انانس هیچ وقت مزاحم اوقات شما نمیشیم، شما رو دعوت میکنیم به اولین قسمت از برنامه زیبای امشب، با شما نگاه میکنیم. میگم شما دیگه آمادگی خور داریم؟ بله. شروع کنی؟ بله، آشکاری نکاح بزن. آماده؟ انشالله شروع کنیم. 3، 2، 1. سلام بینندگان عزیز، با اخبار خال زندگی دیگر در خدمت شما نو. گلقوته جان هستم. خب بینندگان عزیز، چی بگم؟ هر وقت که میام اینجا یادم میایه که شکست ازدواج خوردم. خب ناامید شیطونه دیگه بینندگان عزیز. خب بگذاریم. خب بینندگان عزیز، امشب دو خبر دارم برای شما. یک خبر برای شما خانمایی که حواس خو از بعد خوب بگیریم، به خصوص البته برای بعضی از خانوما، یعنی پوزش میخوام از بعضی از آقایونی که بله، در هند یک رسم رواجیه که در یک از ماهای سال خانمایی که یعنی مردای اینا، یعنی بعضی از مردا 1، 2، 3 و 4، یعنی دیگه سربسته میگم خود شما بفهمید که دارن، بعد اینا زنا اینا حق دارن، مردار ببخشین دیگه آقایون پوزش، یعنی بعضی از آقایون دیگه تا میتونن زنا مردا خور میزنن، خوب میزنن، البته پوزش دیگه، یعنی این یک رسم و رواج دیگه. انشالله که در شهر ما، کشور ما که نیه، اما اگه مردا دیگه حال هوای اینا عوض شد و 1، 2، 3 و 4 گرفتن، حواس خوب بگیرم، البته بعضی از مردا. خب این خبر اول ما بود. خبر دوم، 50-50ه، 50% خوشحالی 50% ناراحتی. بینندگان عزیز، خود ما شما حال در همه شبکه ها میفهمیم که دیگه چه شده دیگه. خب ما شما همه دوست داریم که صلح بیایی به کشور ما، صلح بیایی خیلی دوست داریم، اما وقتی برادران نرزی ما رزی بشن بیایند به شهر ما، او دیگه باز چی بگم دیگه بینندگان عزیز، باز همون میریم به چند سال قبل، دیگه پیشرفت نمی کنیم، به خصوص ما خانمای بدبخت، باز بگره به خونه بشینیم، نه سرکار میتونیم بریم، نمیتونیم بریم به بازار، بخصوص دم جاده لیلمی، به جاده لیلمی که اگه ما نریم که دیگه دورت جون ما دل ما میترقه. خود خور میگم بینندگان عزیز، ما خانوما خب دل داریم، بعدش هم ما بریم اونجی خریدی داریم، بازار کوچی، مجلس، بی از هفته که 7 روز مجلس میشه، به عروسی یک عروسی میریم، رخت لباس میستنیم، خب از عروسی دیگه بریم، نه تکراری میشه دیگه، چه کار کنیم بینندگان عزیز؟ از این که صلح بشه که من خودم هم خوشحالم، شما هم خوشحالیم، اما سه بار روز اینا که بیاین باز بیاین به جون ما زنا، یاد شما ده که چیغ زد بزن میکردم به جون زنا که نمیگدیشتم بیاین به بازار کوچه، یاد شما نه معلم ها بیکار شدم، دخترها به مکتب نمیرفتن، خب اگه ما از همون میترسیم که سه بار روز باز همون
چی بگم دیگه؟ همو کارهای قبل. پس به چند سال کلشا تو به تو میگو اخی ریش بگذر. چه ریش نمیگذری ها؟ من ریش ندارم آخه، من خوردم. آخه من بزی کارا کار نداری، تو چرا ریش نداری؟ چرا ریش نداری ها؟ چرا ریش نداری؟ باشه ریش مصنوعی بگذارم هره خون. آه باید ریش مصنوعی بگذاری. تو اگه بچه هستی ریش نداری من چه کار کنی؟ برو دیگه که دیگه نبینیم که ریش نداشته باشی. خدایا بیخواد به سرت شوا. تو خیال کردی اینا هنوز چی چی به این جانی اینا میامدم؟ خدایا چی کار کنم؟ خدایا خود خور به تو میسپرم. تو چرا همین چادر به سر نکردی؟ اینجا که آمدی شیشتی ها؟ آخه این چادر بغره رو چرا به سر نکردی؟ آخه ما مایم اینجگا از این بابت چادر بغره رو به سر تو هم بکنیم، به سر صلاحت هم بکنیم. خدای خودتو کمک کن. کجا میری؟ کجا میری؟ بشی ما گفتیم این چادر بغره رو به سر کنیم. همی او چی هست؟ لوله بخاری هست؟ او چی هست اونجگا نگاه میکنی؟ نه دوربینه. دوربین چی هست؟ ما بزی کپار نمیفهمی. ما اصلا با دوربین و لولی بخاری و ما اصلا کار نداری. تو باید چادر به سر خوب کنی. دیگه از خانه که بیرون میشی چادر سر کرده باشی. خوب شما هیچی کار نداشته باشیم به من. خوب از من اصلا دیگه نمیایم. کجا نمیایی؟ باید از من سوال کنی جواب کنی. خوبو خوب چادرم به سر خوب میکنم. ها تو امی آلت چادر به سر کو ما ببینی که به تو چادر میایه یا نه. باید به سر خو میکنم. باید به سر خو میکنم. خب تو به سر میکنی ها؟ این چادر از تو هست. خب دکه گپ ما پی نداری که ما بری. حالا که شما بیامدی دیگه پس یک کارشناسی میای خود شما گپ میزنه. کارشناس کی هست؟ بیایه کارشناس، بیایه ما خود کار داری. کارشناس رو اطلاعات بزنی که کار از یادی بره، شناس هم از یادی بره. خواهشان کار ندیشته باشیم دیگه. خب بینندگان عزیز، حال کارشناس گرامی ما میایه که با برادر نرزی ما صحبت کنه. سلام علیکم. علیکم السلام. بگم اینا کی نه؟ اینا یک تن از برادران نرزی ما نم که قراره همچه پینجا پینجا رزی بشن. البته خودی ما افغان ها نه، خودی کشور مثل عرب ها و امریکایی ها و پاکستانی ها. خودی امی چادر بغره به سر میکنی یا چی؟ باشه لختور بس چادر بغره رو به سر تو کنی. نه به سر خو میکنم. زود باش دیگه، زود باش. امی سر خو کردم. امی سر خو کردم. چی کاشی نستی تو ها؟ چی چادر بخورم روبندی پایی میندازی یا به زور شلق پایی بندازم؟ آخ چی عینک دارم؟ عینک داری؟ عینک خارجی هست، کپیر هست، من نمایم. روبنده تا عینک، روبنده. خوبه چشم، بیمو بینو. بله بیننده عزیز، من همون کارشناسی کنم. کارشناسی میکنم. بفرمایید. تو چی کارشناس هستی ها؟ چی با ما کارشناسی کن؟ بگو ما که انشالله برادران نرزی ما رزی بشن بیننده های عزیز. بله کارشناسی کردم. کارشناسی کو دیگه؟ بله ای بود کارشناسی من. بیننده های عزیز کارشناسی کردم. خلاص شد بله کارشناسی کو؟ کارشناسی کرد چی؟ تو هم دیگه نبینم اینجا که باشی. دیگه رو به خانه خون میری، دیگه از خانه بیرون نمیشی. فهمیدی؟ چی پای تو میشکنم. خوبه چشم. برا خیر تو باشه با ما کارشناس بیاری. ما خود ما کارشناس هستیم. چشم ما کارشناس هستیم. بیرم بیار بابا. از اینم به دست تو باشه همین پای تو میشکنم. تو سابه کجا هستی که چند تاشن لاغه تو بزنه؟ سلام آقا جان. و علیکم آقا جان. میگم هم یک سوال مدتا به ذهن من امان بپرسم. بپرسم یا نه پرسم؟ آقا جان تو باید از من سوال کنی. آخه من پدرتونو محرمتونو هر سوالی که به ذهنتون میگرده
بپرسن، هیچ شرم نکو. حالا بپرسن. هیچ گپ بینی بپرسن. اگه بخیر شما بومورین. باز بعد گپ بزیدی. ما بومورو. سواله دیگه ببخشیم مثلا نمی. آها مثلا نه. خب. اگه شما بومورین. مادر جان من بومورم. خب بخیر باشه. بنیام بهشتم هم یک جا زندگی میکنه. همو بهش دارم مردم به دوزخ دیار میگونه. چی گفه؟ چشما میروشن؟ باز پیر بچه خودی هم راز دل میکنی؟ ما اصلا چیزی گفتم. نه ما که گفت داره مادر جان. باز گفت نزدم. خب خاطر گفته باشم. حواظ خو خوب جمع کنی. چشم آدمی حواظ من جمع دل جمع دل جمع باشی. میگم زن من به این فکر شدم که من اوتم چهار روزه که زنده این باشه که از این بچه لذت ببریم از زندگی عزی همی یک سر و سامونی به این بچه بدیم که دست از این لات و لات بزیان ور داره. خیلی خوبه، خیلی کار خوبیه. هر مادر پیاری خوشبختی به چه خورمایه. من آرزو دارم که به خیلی عروسی به خوب بیارم، به خیلی زندگی رو ببینم، سر سامون پیدا کنه. دیگه ما که تا عاقبت نیم به کنار ازی بچه. حالا عجب گپ زدی. من دیگه امروز گپ به طور تایید میکنم. یک زن مال و ثروت رو چکا کنیم. فهمیدین؟ به خاطر دیگه به فکر همی بچه میشیم. این روزگار ایت نمیمونه. موتم میریم. باشه که آینده از این موت رو فکر کنیم. تا کی دیگه بی‌تفاوت باشیم؟ خوب تصمیمی گرفتی تا هم خوب تصمیمی گرفتم. مجیب. بله آقا. مجیب بیا بابا جان. چی ماهی؟ بیا دیگه با تو کار دارم. یک ساعت پیچ داریم شما میزنه شو بزنجی. چی گفت آخه؟ آخه بچیمه. ما و مادر تو تصمیم گرفتیم که تو هر آرزوی داری ما تو رو به مو آرزو برسونیم. او هم به اختیار خود تو نه به زور. و هم رضایت خود تو که باشه ما مایم طور به همون آرزوی تو برسانه. راست میگم آقا جان تو بچیمه، هر آرزویی داری هر کل که دوست داری تو بگو دیگه، ما دیگه به اجرا میکنیم. به خیلی بسرمتی ها دیگه ما خوشحال شیم دیگه. چهار روز دنیا دیگه این پولا و ثروتار به میگه همه گر خرج کنیم که بچه گر مام سر سامونه بگیره. بلکن دست از این کارا خوبه داری. یعنی هم هر چی آرزو باشه با جامش هم هر آرزویی که تو داشته باشی من به خدمتتونم. مادر میفهمیم آرزوی ما با کجای آقا جان؟ با کجای؟ با هم جاده غمندنی. نه؟ با جاده غمندنی چه کار میکنه؟ با هم تا دکونه. با تا دکونه؟ ما باز گفتم جاده لیلمیر میگی این جاده غمندنی با تا دکونه. من نفهمیدم گپ تو. آقا جان آرزوی ما هم یک سکل پر ریشیه. ازم شرکت میرم خود شما بیرو میکنم سرکار میترگونم سرکار. آرزوی از این سکل پر ریشیه. آخه من ماستم تور زن بودم. حالا اگه مر سکل زندگی دی زن هم بدیم به خدا. آخه خدا. خب سلامی دوباره دارم خدمت شما. خسته نباشید به شما میگم. امیدوارم که اولین بخش از برنامه امشب مورد پسند شما نازنینا قرار گرفته باشه. مدت های من کدام فکایی هم خدمت شما تقدیم نه کردم. دوست دارم که کجایی؟ بسم الله الرحمن. خودتون هم بده بیا. بله بله. دو ساعت وقت داری بفهمیدی؟ دو ساعت وقت دارم. خدایا چی رقم دو ساعت؟ به دو ساعت چه کار کنم؟ دو ساعت وقت داری که بری آنتن تیا کنی. بده برو به طباق از همون نالا بگیر میشکنی هر کار میکنی میای آنتن تیا میکنی بفهمیدی؟ که باز همی همسایم و مادر فلونی علی ایاد من برفته بو باز بیای سبا به من بگه همین سریال بدیدم به من شارلاب بده زود میبده برو دیگه آنتن تیار کن. خب بابا دل من بتر خوندی. اگه تیار نکنی خوب. اگه تیار نکنی بفهمیدی زنده نمیگذارم تو. خب خوب بابا هنی میرم نال رزم بخره میکنم میارم میگم من دل من بتر خوندی گفتی دوی ساعت وقت داریم آل قیامت که نمیشه برو برگم نسن دیگه بده رفتم آخه صحبه کنم آخه ما برم درخت ریشتر نکنم آخه اون میوه میده. من کار ندارم هر کار میکنی دو ساعت وقت داری. خوبه چشم به خاکی به مرک که هرچی هسته به خاکی. آنی اره کجای اره کجای اره آخه همون چیه نگاه بده برو نگاه کجا لوراتونه. خوب هانی وردش تو بابا ایرادل مربتر خوب.
بینندگان عزیز، باور کنیم فکری از ذهن ما بپرید. من امیدوارم که همچه برخورده هایی در بین خانواده ها نباشه. واقعا وحشتناک بود بینندگان عزیز، خودم در جا هنگ کردم که این چی برخورده هایی بود و این دستور و این عمل بسیار بسیار وای نزدیک ساله عوضی که ما باید نهال بشانیم، به دستور بعضی ها باید قطع کنیم. خب امیدوارم که این ادامه داره در انانس سوم. خب به دومین برنامه یا دومین قسمت از برنامه این شب دقت کنیم. یا الله یا الله، سلام علیکم. سلام، میگم کسی نیه؟ خود شما رو چیزه کسی هم نیه؟ زنگه بله. الو سلام، خوبین؟ میگم ها مال بیامدم به بازار، همو کی پول شما همو پولا پسنداز شما رو هم بیاوردم خودی خوب به بازار، خاطری گفتم باز میشه خدای نکده دزمز بیایه. من چیز نی بابا ایش من ایش آخه بگذارین که گب زنم دیگه. خب بگو. بیامدم بازار، همیت روسری خوش کردم، ما هم بخور روسری بخرم. روسری؟ یک دونه می بخری؟ ای بابا ده تا می بخر، اصلا مشکلی نداره، هرچی دوست داری. چی؟ ده تا روسری؟ خوبه خوبه خوبه، میستانم بری. خوب ها میگم از این که من بیامدم به بازار، برو خود جفت کوشی هم میخرم دیگه. کوش؟ گفایی میزنی؟ پنج جفت کوش بخر، و مجلسی بخر، مجلسی. چی؟ کوش مجلسی؟ ده جفت بسنم. خوبه میستانم، خوبه. میگم خوب از این که من بیامدم دیگه، همینجی یک پیرهنی خوش کردم، دون بری خوب استانو. چی؟ لباس؟ ده دست نخ بخر، ده تا بخر، امو هم خوب خوبی، مجلسی، علای بخر، مشکلی نداره. چی؟ پیرن مجلسی بستانو؟ خیلی بینیم ده دست. خب خوبه دیگه، به خوهر خمه دام، بریم مادر خمه استانم دیگه. خب میگم حالا که من بیامدم به بازار، همیت جلو راخ و زرگریار دیدم، دل محوست که یک انگشتری بستانم بری. خب چی میگیم شما؟ تلا؟ تلا؟ اصلا همو ست عربی 24 بخرم، یک ست بستر آوزم سر تا پا بخر، مشکلی نیه. چورت نزم بخر. چی؟ ست عربی بستنو؟ خیلی بینی ملایی، میرو مال بستنو، خیلی بینی. ایزم فهمت. سلام علیکم. الو چرا قد شد؟ الو خیلی ناره، برم خریده خوب کنم. سلام علیکم. سلام علیکم. شما بود؟ دست شما چونم کنم؟ هیچی دیگه میتونم اجازه شما باشه دیگه، من رفتم با اجازه. موسیقی
چه شدی عزیزم؟ خب درود بر شما بینندگان عزیز، امیدوارم که بازم دومین بخش از برنامه این شب مورد پسند شما عزیزان دوست داشتنی قرار گرفته باشه. دیگه باز باید بگیم که به سومین قسمت، البته خدافظی نه، به سومین قسمت از برنامه این شب دقت کنیم. منتها قرار بود که بازی دوستا بیان هنرمندی کنن، باور کنیم نمیفهم که ما خدا بیامدم بسیار بگم به کجا میری؟ چی میگی؟ بغدار که بروم؟ آخه ضرب العجل تعیین کرده، دو ساعت بیشتر وقت ندارم، می زندگی می خراب شه، می خونی می خراب شه، می دهنم در بشوم، می بیچاره بشوم، می یک بغدار که بروم. کجا می بری تو؟ آخه میفهمی امشب زن می گفته سریال دو ساعت دیگه بیشتر وقت نداره، تیز برو درخت در عرق و میوه هم داره به خاکی عرق و که ناله بیاری آرتین تیار کنی که امشه اومه سریال چکارک و فلانه که بگرد بگیرم. آخر گناه داره که تو درخت را عرق کنی یا ناله را عرق کنی؟ آخه فصل درختکاریه، فصل نالچونیه، میفهمی یا نی؟ به کی بگه بادن؟ آخه برو پینجاری پیه بده یک آهن جوشت تم گپای میزنی؟ آخه او ضرب العجل تعیین کرده، ناتو تعیین میکرد مهم نبود که او تعیین کرده. آخه من میبینم میگم گوش کو. چیه؟ آخه میفهمی چند فایده ها داره میدرخت؟ من به فایده درخت کار ندارم. آخه نفس فایده... که میکشی از این درخت های میفهمی یا نی؟ محیط زیست تو از این درخت میفهمی که وقتی که گرد خاک درخت میگیره اکسیژن همه از این درخت های میفهمی یا نی؟ یعنی تو باید اون قد کنی، یعنی فایده هم از درخته. بعد چیه؟ همین نفسی خاک... که میکشی از کجاست؟ خاک به سر میشه. ای گل بی بی از این کار آزار نکنی، اون لگه من درخت میره گیره کنم. یک شعری هم با تو میگم. خب چی شعری کسی کنم؟ مگه درخت کاری به دست خود درختی می نشانم، آخه خدا به پایت جوبه ها بی می کشانم. بله درختم کم کمارت بلگه باری بسازد بر سر خود شاخ و زاری. آخ چمن روی در آنجا سبز خوردم، شب از زیر درختم سبز بارینی، کتابستان که گرما رو نماید، آخ درختم چدر خود را می گشایم، از سایش دل هر راه گذر را میرو باید. حالا با دیدی یا نه؟ به به بیا یک بوسی به من بده. من تا حالی نمیفهمیدم عجب صدای دلنشینی. من درخت هر نمیکنم، من میرم ده تا درخت دیگه میشونم چون که گرگ آهنی به من ضرب العجل تعیین میکنی که به دو ساعت من میگم به ده ساعت دیگه تیار نمیکنم. سبا میرم چوکی آهنی میستونم، میرم آرتن بالا میکنم. این سرسبزی سعی کنیم که جوشکاری وای بیا بری. آه میگو عجب سرسبزی، من برو در سرسبزی تا میتونی درخت بشو، تا میتونی سرسبزی کن که چی فایده داره. بیا که بریم. بیا بریم درخت بشونیم. خب بیننده های عزیز، واقعا تشکر میکنم از همکارای گل. خوب سوژه بسیار خوب و بسیار عالی بود. دیگه سال نو داره میشه و نوروز از راه میرسه. امیدوارم که هر کدوم ما با شما اگر واقعا بتوانیم یک نهال بتوانیم بشانیم، باور کنین این شهر دیگه مملو از، یعنی جنگل میشه، مملو از درخت نمیشه، جنگل میشه. امیدوارم که شاروالی هم واقعا برنامه های داشته باشه برای حضور انور شما عرض شود، تبلیغ مردم که ذهنیت ها یک مقدار بیشتر باز کنه و بیشتر رو از اینا کار کنه. خب بینندگان عزیز، به سومین بخش از برنامه زیبای امشب دقت کنید. سلام، خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های رخ در رخ، مسابقه اجتماعی که خیلی از شما طرفداری ها شدین. همونطور که خبر دارین نحوه مسابقه ما به دید صورته که ما 1000 نفر از شرکت کنندار دعوت کردیم که در استودیو ما حضور دارن و از اینا سوال های پرسیدیم و اون سوال ها از شرکت کنندگان در مسابقه خواهم میپرسیم و ببینیم که این جواب ها از اینا چقدر با جواب های از اونا
منطبق خواهد بود. خب در ابتدای مسابقه دعوت میکنیم از شرکت کنندگان در مسابقه که خود معرفی کنند. به نام خدا عزیزگل است. شرکت کننده شماره یک ما عزیزگل تشویق کنه. خب شرکت کننده شماره دو خود معرفی کنیم. غلام قیس یک تن از شهروندان شریف افغانستان. تشویق کنیم. تشویق. خب خیلی خوش آمدید به برنامه ما. شرکت کننده شماره سه ما نفسگل هستم. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. تشویق. تشویق. خیلی خوش آمدید. از اینجا برنامه ما افتخار دادیم، یک جهان سپاس. همونطور که خبر داریم ما سوالای را شما میپرسیم. قبلا از هزار نفر شرکت کنندگانی که در سالن حضور دارن این سوال بپرسیدیم. این سوال را هم از شما هم میپرسیم، ببینیم چقدر جوابای شما با اونا منطبقه. خب سوال اول گوش کنیم. خب چیزهایی را نام ببرید که برای ازدواج یک جوان نیاز دارد. سن مناسب. سن مناسب. احسن، احسن. ببینیم که از هزار نفر شرکت کننده چند نفر با این موافق بودن که ببینیم 7 نفر از شما 7 امتیاز گرفتیم. از هزار نفر 7 نفر موافق بودن با شما که یک جوان برای ازدواج سن مناسب نیاز داره. خب ببینیم شرکت کننده شماره دوی ما چی جواب دارن. جواب شما چیه؟ اخلاق. اخلاق. احسن، احسن. اخلاق خوب. تشویق کنه. تشویق. اخلاق خوب. ببینیم که چند نفر با شما هم عقیده و هم نظرن. از هزار نفر چند نفر؟ فقط 2 نفر. تشویق کنه. تشویق کنه. 2 امتیاز هم خدمت شما. خب همین سوال از شرکت کننده شماره 3 خواهم میپرسیم. چیزهایی را نام ببرید که برای ازدواج جوان نیاز دارد. ببینیم که چند نفر با شما موافقن. از هزار نفر شرکت کنندگان در سالن 0. ببخشید متاسفانه شما کسی با شما موافق نبوده. خب شرکت کننده شماره 1 چیزهایی را نام ببرید که برای ازدواج یک جوان نیاز دارد. تحصیلات. تشویق کنید. تحصیلات. خب ببینید چند نفر از حضار در سالن با شما موافقن. 42 نفر. 42 امتیاز خدمت شما. مجددا تشویق کنید. تشکر. خب شرکت کننده شماره 2 ادامه میدیم با شما. چیزهایی را نام ببرید که برای ازدواج یک جوان نیاز دارد. دیدید؟ موتر. موتر؟ ببینید. خب 225 نفر. تشویق کنیم. تشویق. تشویق. 225 امتیاز خدمت شرکت کننده شماره 2. خب شرکت کننده شماره 3 چیزهایی را نام ببرید که برای ازدواج یک جوان نیاز دارد. خونه لوکس. خونه لوکس. ببینیم خونه لوکس کسی برای ازدواج میگه نیازی یا نه. که ببینید از تعداد شرکت کننده ها چند نفر با شما هم عقیده هن. از این هزار نفر 324 نفر. 324 نفر. تشویق کنه. تشویق کنه. شرکت کننده شماره 3 ما سوال قبلی اینا امتیاز ندیش، ولی خوشبختانه این سوال 324 امتیاز نصیب اینا شد. خب یک جواب دیگه مونده. یک جواب دیگه مونده. ببینیم کدومی که شما میتونیم این جواب را پیدا کنیم. خب همه آماده. چیزهایی را نام ببرید که برای ازدواج یک جوان نیاز دارد. دیدید؟ پول. ای تو دیدید آستر یا مگه میگفتیم بیدر بود. قلب مفتاد. ببینیم ببینیم چند نفر شرکت کننده شماره 2 ما هم عقیده و هم نظر بودم. ببینیم بلکه امتیاز آورده باشیم. 470 نفر. تشویق کنه. تشویق کنه. بالاترین امتیاز. بالاترین امتیاز. خب خیلی عالی بود. 7 جواب ما شما تونستیم پیدا کنیم و برنده مسابقه امام در این سوال با بیشترین امتیاز شرکت کننده شماره 2 ما شدم. میریم آماده بشیم تا یک میان برنامه شما ببینیم. میریم آماده بشیم تا سوال دوم مطرح کنیم. موفق و معید باشیم. مجدداً خوش آمدید به ادامه برنامه رخ در رخ. خب میریم که سوال دوم از شرکت کنندگان در مسابقه بپرسیم. خب چیزهایی را نام ببرید که برای ازدواج یک دختر خانم نیاز دارد. خونه‌دری. خونه‌دری. خب ببینید که جواب از اینا چقدر امتیاز در بر خواهد داشت. خونه‌دری. از هزار نفر ببینید چند نفر؟
دو نفر دو امتیاز خدمت شما، تشویق کنیم، تشویق. دو امتیاز خدمت شما. خب شرکت کننده شماره دو، چیزهایی را نام ببرید که یک دختر خانم برای ازدواج نیاز دارد. دیدید؟ تحصیلات عالی. تحصیلات عالی، تحصیلات عالی، احسن. تشویق کنید. ببین چند نفر از 1000 نفر با شما موافقن؟ تحصیلات عالی. 25 نفر، 25 امتیاز، 25 امتیاز خدمت شرکت کننده شماره دوی ما. خب همین سوال ادامه میدیم، میپرسیم از شرکت کننده شماره 3، خب چیزهایی را نام ببرید که یک دختر خانم برای ازدواج نیاز دارد. خانواده اصیل. خانواده اصیل، احسن، احسن، خانواده اصیل. ببینید که از 1000 نفر چند نفر با جواب شما موافق بودن. خانواده اصیل 4 نفر، 4 نفر، 4 امتیاز خدمت شرکت کننده شماره 3. تشویق کنید شرکت کننده شماره 3. خب ادامه میدیم تا ما به جوابا خو کامل پیدا کنیم. جواب ادامه، چیزهایی را نام ببرید که برای ازدواج یک دختر خانم نیاز دارد. زیبایی. زیبایی، زیبایی. تشویق، تشویق کنید. خب ببینید چند نفر از 1000 نفر که در سالن حضور دارن با شما موافقن؟ زیبایی 352 امتیاز، 352 امتیاز خدمت شرکت کننده شماره اول ما. تشویق کنیم، تشویق، تشویق. خب خیلی عالی بود، خیلی عالی بود، بیشترین امتیاز تا حال خدمت شما. شرکت کننده شماره دو، چیزهایی را نام ببرید که یک دختر خانم برای ازدواج نیاز دارد. دیدید؟ خانواده پولدار. همین صدا بخور کم کنیم که خانواده پولدار برادر شما نیاز یک دختر خانم داشته باشه. تو ببینید، ببینید از 1000 نفره که در سالن هم چند نفر با شما هم عقیده بودن؟ 210 نفر، 210 امتیاز، 210 امتیاز خدمت شرکت کننده شماره دو. تشویق کنید. البته شرکت کنندگان عزیز، دوستان گرامی و بینندگان عزیز، من یک چیزی شنیده بودم در همین رابطه. از قدیم میگفتن اگه پدر تو پولدار نیه تقصیر تو نیه، چون تو نمی قرار نیه در کدوم خانواده به دنیا بیایی، ولی اگر خسر تو پولدار نبود تقصیر خود تو نیه. من همین شنیده بودم، ظاهرا بی ربط نبوده. خب مسابقه ادامه میدیم با شرکت کننده شماره 3. شرکت کننده شماره 3، چیزهایی را نام ببرید که برای ازدواج یک دختر خانم نیاز دارد. تیپ و قیافه، سنم اگه کم باشه خوبه. تیپ و قیافه، سنم کم باشه خوبه؟ یعنی سن بالا باشه خوب نیه؟ نه دیگه. ببینیم، ببینیم، شاید هم با کسی با شما هم نظر بود. ببینیم از 1000 نفر شرکت کننده چند نفر با شما هم نظرن. 185 نفر، 185 نفر خدمت خانم، 185 امتیاز، 185 امتیاز خدمت شما. بسیار عالی. 185 نفر با نظر شما موافق بودن که یک دختر باید سن کمی داشته باشه و تیپ و قیافه داشته باشه. خب میریم که جمع امتیازات ببینیم که کدومی که از شما برنده شدین. ببینیم چند امتیاز شده. شرکت کننده شماره یک ما، شرکت کننده شماره یک، 427 امتیاز. تشویق کنیم. 427 امتیاز، احسن، تشویق. خب شرکت کننده شماره دو، 562 امتیاز. شرکت کننده شماره دوی ما 562 امتیاز در قسمت کسب کردن. تا شما یک استراحت بکنیم، من یک گلاسی بکنم ببینید که برنده کینه. بخشش باشه ببینم که گلوم خوش شده بود. خب ببینید شرکت کننده شماره 3 ما چند امتیاز آوردن. شرکت کننده شماره 3، امتیاز شما هست 245 امتیاز. برنده خانم شماره 3. تشویق کنید، تشویق، تشویق. خب بینندگان عزیز، همونطور که متوجه شدیم شرکت کننده 3 ما برنده مسابقه ما شدن و برای اینا جایزه خوبی هم تعلق میگیره که از طرف شبکه برای اینا پرداخت میشه. خب تا برنامه بعد و دیدار بعد، شما همگیر به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما. میگم خسته نباشید. 560 امتیاز میگرفتم، چرا اینا برنده شدن؟ حالا که برنامه خلاص شد دیگه، اینا از قوم خیشا کارگردانن. ما اگه اینا برنده نمیکردم، بعدا با ما جنجال درست میشد، کار درست میشد. ما با کجا پرتی بازی نیه که به اینجیه.
با کجا رای گیری درست بوده، با کجا شمارش درست بوده که اینجی درست باشه. پناه به خدا با شماره دیگه، با مسابقه بعدی، برنامه دیگه، برنامه چیزی باشد شد پاس ما خدمت شما هستیم. بخیر برید. تشکر. خیر بینید که از شرکت کردید. تشکر. خب عزیزان بیننده، سومین قسمت از برنامه نگاه کردین و مطمئن هستم که مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته. ناعلاجیم، باز حکایت همچنان باقی است دیگه، باید خداحافظی کرد تا هفته بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز ببخشیم برادر، برادر ببخشیم. لکو کاغا میشه بگیم چی کار داریم؟ ببخشیم بینندگان عزیز، همه ویروسی شدیم. اکسر افتادو برادر عزیز، میشه بپرسم چی کار داریم؟ چی میگه کاکا؟ نمیبینی گرم سردو؟ نمیبینی که عکسه میزنو؟ چی باید آماده؟ حالا یک رزک آخی ببخشیم، شما چی کار داشتیم اینجا آماده؟ کاکا ما گفتیم یک جا گرمی گیر بیایی که همین عکسه بگم شه. بینندگان عزیز، داخل استدیو دنبال جا گرم میگرد. ببخشیم، مثل که معلومه شد سرما خوردیم. سرما بخوردم، گرما بخوردم، مریضم، همین سینه و قلب. چیز دیگه نبود بخوریم، ببخشیم. دیگه چیزی بخوره نبود بخورم واقعا. بندم ببخشیم یک لحظه، شما نمیشه ببخشیم از این ماسکا ببندین که اینقدر اینجگار پر ویروس نکنین. تن چیگه پا میزینه و دم بریزو خنده کرده هم نمیتونم. آقا من ماز بخورم گرمه زرده و بدتر میشو. بله چی؟ جناب ماسک گفتم، ماسک، ماسک نگفتم، ماسک. بینندگان عزیز ماسک ایتا مثلا خودی نون خورده میشه، خودی آب خورده میشه، چی رقم خورده میشه که من بفهم؟ ببخشین ماسک چیزی هست که وقتی که آدم سرما میخوره برای از اینکه ویروس در بین خانواده، بازار و اینجاگا پخش نکنه خوب میندازه رو بینی. خوب خوب اخی، همین بعضا سوسیل موسیل آدم های با کرکتر میگیرم همو پوزبند میگی دیگه نه؟ اونا بعد مردم به ما میخنده، ما بعد که دیگه چیم نگو خدا چیم با مردم اینجا هم نگدش که استراحت کنم. بینندگان عزیز، امیدوارم یک عده ایر واقعا رعایت کنن. سرماخوردگی ها فصل نه و متاسفانه میان در اجتماع، در قدم اول خانواده در خطر و در قدم دوم اجتماع. خب تشکر میکنم از قلامه نازنین که تونستن این بسیار زیبا انتقال بدن برای یک عده‌ای که واقعا همو چیزی که آقای قلامه گفتم یا چیزی که ما گفتم. بله پیاده شد. خب شما تا هفته بعد عزیزان دوست داشتنی به الله پاک میسپارم. شب خوش و خدا نگهدار.